سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم. امروز با موضوع طعم و مزه‌دار کردن سیگار برگ به روش آرنولد. داستان این بوده که سال 1989 آرنولد یه سفر میره به مکزیک. اونجا میره به یک رستوران 5 ستاره، هوس میکنه که یک سیگار برگ بکشه و اونها این سیگار برگ رو براش به یک روش خاصی مزه‌دار میکنن که آرنولد از این روش خیلی خوشش میاد. به گفته خودش هنوز برای دوستان و مهموناش که میان تو خونشون به این روش سیگارو مزه‌دار میکنه. بریم از زبون خودش بشنویم. وقتی آرنولد حرف میزنه من دیگه حرف نمیزنم، فقط هر کاری که میگه رو من انجام میدم. And I ordered a cigar. Then I took the cigar from the humidor and the guy took it out of my hand and he says, whoa, whoa, whoa. Before you go and smoke this cigar, let me do a little bit of spicing it up. And I said to him, I said, what do you mean spicing it up? So that's what he did. He took a cedar from the humidor, tore it off, and then he went and he poured some tequila. And then he took the tequila, put it down, and took this cedar, went inside the tequila, and started stroking the cigar. Oh, he was like all over the place. Going all the way down and making it nice and moist, the cigar. And then what he did was he rolled it. He rolled it. Then he went to me like this. And then, you can't have it yet. He lit it. He went through this whole song and dance. And I just love watching everything. Now when he was like lit, he was putting it into my mouth and he kept lighting it. Then he grabbed it out of my mouth again. I said to myself, this guy's an idiot. What is the matter with him? And now he took it and he put it into the tequila. And then I looked at it and I said to myself, that's a good idea. He went back and put it in my mouth. Oh, just like that. من برای اولین بار بود داشتم این کار رو امتحان میکردم، تا حالا این کار رو نکرده بودم. با هم میبینیم که این کار تاثیر مثبتی روی سیگار میذاره یا تاثیر منفی. البته خب بعضیا با اینکه شما سر سیگارتون رو فرو کنید تو هر مایعی مخالف هستن، مثل این حاج آقا، ولی ما خودمون میبینیم که حالا این چه تاثیر روی سیگار خواهد داشت. اولین تاثیری که من میتونم بگم روی این سیگار گذاشته اینه که کامده این سیگار رو سخت کرده. خب به خاطر اینکه سر سیگار کاملا مرطوب شده و دود به سختی میتونه از اونجا رد بشه. یه ذره سیگار رو با هم بکشیم ببینیم که آیا این مشکل برطرف میشه یا نه. خب همچنان کامده این سیگار به خاطر اینکه ما سر سیگار رو مرطوب کردیم با مشکل مواجه هست. یکی از راه حل های ساده وقتی که سیگارمون خوب کام نمیده این هستش که سیگار رو بین دوتا دندونمون یک مقدار کمی فشار بدیم. وقتی یکم فشار میدیم باعث میشه که این تنباکو یک مقدار جابجا بشن و کمی مسیر برای عبور هوا باز بشه. خب این سیگار داره به انتهای خودش میرسه. میتونم بگم که این روش هیچ تأثیری توی تمام مزه این سیگار حداقل نداشت. تنها کاری کرد این بود که سیگار تا نصفه حداقل بعد کام میداد، کم کم کامدهیش معمولی شد. تنها اتفاقی هم که افتاد این بود که خب همون اول بعد از اینکه من سر سیگار رو زدم توی تکیلا و گذاشتم توی دهنم، یک مقدار مزه تکیلا احساس کردم که یک چیز طبیعی هست و خیلی چیز خاصی نیست. بنابراین پیشنهاد من اینه که این کار رو نکنید، چون که تاثیر مثبت که نداره هیچی، یک مقداری هم تاثیر منفی داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.